اعمال فصل دوم. وقتی روز عید پنتیکاست رسید، همه شاگردان در یک جا با یک دل جمع بودند. ناگهان صدای شبیه وزش باد شدید از آسمان آمد و تمام خانه را که در آن نشسته بودند پر ساخت. در برابر چشم آنان زبانه های مانند زبانه های آتش ظاهر شد که از یکدیگر جدا گشته و بر هر یک از آنان قرار گرفت. همه از روح القدس پر گشتند و به طوری که روح بر ایشان قدرت تکلم بخشید و زبانهای دیگر شروع به صحبت کردند. در آن زمان یهودیان خداپرست از تمام ملتهای زیر آسمان در اورشلیم اقامت داشتند. وقتی آن صدا به گوش رسید، جمعیت گرد آمدند و چون هر کس به زبان خود سخنان رسولان را شنید، همه غرق حیرت شدند و در کمال تعجب اظهار داشتند: مگر همه این کسانی که صحبت میکنند جلیلی نیستند؟ پس چطور است که همه ما فردن فرد پیام آنان را به زبان خود ما میشنویم؟ ما که از پارتیان و مادیان و ایلامیان و اهالی بین النهرین و یهودیا و کپدوکیا و پونتوس و ایالت آسیا و فریجیا و پمفیلیا و مصر و ناحیه لیبی که متصل به قیروان است و زائران رومی، هم یهودیان و هم آنانی که دین یهود را پذیرفتند و اهالی کریت و عربستان هستیم، شهر کارهای بزرگ خدا را به زبان خود ما میشنویم. همه ایران و سرگردان به یکدیگر میگفتند: یعنی چی؟ اما بعضی مسخره کنان میگفتند: اینها از شراب تازه مست شدند. اما پتروس با آن 11 رسول برخاست و صدای خود را بلند کرد و خطاب به جماعت گفت: هی یهودیان و ای ساکنان اورشلیم، توجه کنید، بدانید و آگاه باشید که برخلاف گمان شما این مردان مست نیستند، زیرا فقط ساعت 9 صبح است، بلکه این همان چیزی است که یوحیل پیغمبر در نظر داشت وقتی گفت: خدا می فرماید در زمان آخر چنین خواهم کرد، از روح خود بر تمام انسان ها می بارانم و پسران و دختران شما پیشگویی خواهند کرد و جوانان شما جذبه و پیران شما خوابها خواهند دید. آره، حتی بر غلامان و کنیزان خود در آن ایام از روح خود خواهم بارانید و ایشان پیشگویی خواهند کرد و در آسمان عجایب و بر روی زمین نشانه های ظاهر خواهم نمود، یعنی خون، آتش و دود غلیظ. پیش از آمدن آن روز بزرگ و پرشکوه خداوند، آفتاب تاریک خواهد شد و ما رنگ خون خواهد گرفت و چنان خواهد شد که هر کی نام خداوند را یاد کند نجات می‌یابد. ای مردان اسرائیلی، به این سخنان گوش دهید. عیسی ناصری مردی بود که خدمتش از جانب خدا به وسیله معجزات و عجایب و نشانه هایی که خدا توسط او در میان شما انجام داد به ثبوت رسید. همان طوری که خود شما خوب می دانید، شما این مرد را که مطابق نقشه و پیشدانی خدا به دست شما تسلیم شد، با وسیله کفار به صلیب میکوب کردید و کشتید. اما خدا او را زنده کرد و از عذاب مرگ رهایی داد، زیرا محال بود مرگ بتواند او را در چنگ خود نگه دارد. داود درباره او می فرماید: خداوند را همیشه پیش روی خود می دیدم، زیرا او در دست راست من است تا لغزش نخورم. به این سبب دلم مسرور گردید و زبانم از شادمانی فریاد می کرد و بدن فانی من در امید ساکن خواهد شد. از آن رو که جانم را در عالم مرگ ترک نخواهی کرد و نمی گذاری که بنده امین تو فساد را ببیند. تو راه‌های حیات را به من شناسانیده ای و با حضور خود مرا از شادمانی پر خواهی کرد. ای برادران، درباره پدر ما داوود واضح باید بگویم که او نه فقط مرد و به خاک سپرده شد، بلکه مقبره او نیز تا به امروز در میان ما باقی است. و چون او پیغمبر بود و می دانست که خدا برای او سوگند یاد کرده است که از نسل او یک نفر را بر تخت سلطنت بنشاند، پیش از پیش رستاخیز مسیح را پیش بینی نموده درباره آن گفت: او در عالم مرگ ترک نشد و جسد او هرگز فاسد نگردید. خدا همین عیسی را پس از مرگ زنده کرد و همه ما بر آن گواه هستیم. حال که عیسی به دست راست خدا بالا برده شده، روح القدس وعده شده را از پدر یافته و به ما ریخته است. شما این چیزها را می‌بینید و می‌شنوید، زیرا داوود با عالم بالا صعود نکرد،
اما خود او می گوید خداوند به خداوند من گفت به دست راست من بنشین تا دشمنانت را زیر پای تو اندازم. پس ای جمیع قوم اسرائیل و یقین بدانید که خدا این عیسی را که شما مصلوب کردید خداوند و مسیح ساخته است. وقتی آنها این را شنیدند دلهایشان شکست و از پتروس و دیگر رسولان پرسیدند ای برادران چی کنیم؟ پتروس به ایشان گفت توبه کنید و همه شما فردن فرد برای آمرزش گناهانتان به نام عیسی مسیح تعمید بگیرید که روح القدس یعنی بخشش خدا را خواهید یافت، زیرا این وعده برای شما و فرزندان شما و برای کسانی هست که دور هستند، یعنی هر کی خداوند خدای ما هو را بخواند. پتروس با سخنان بسیار دیگر شهادت میداد و آنان را تشویق میکرد و میگفت خود را از این اشخاص نادرست جدا کنید. پس کسانی که پیام او را پذیرفتند تعمید یافتند و در همان روز تقریبا 3000 نفر به ایشان پیوستند. آنان همیشه وقت خود را با شنیدن تعالیم رسولان و مشارکت برادرانه و پاره کردن نان و دعا میگذرانیدند. در اثر قدرت ها و معجزات بسیاری که توسط رسولان به عمل می آمد خوف خدا بر همه افتاده بود. تمام ایمانداران با هم دست و در مال هم دیگر شریک بودند. مال و دارایی خود را می فروختند و به نسبت احتیاج هر کس بین خود تقسیم می کردند. آنان هر روز در خانه خدا دور هم جمع می شدند و در خانه های خود نان را پاره می کردند و با دلخوشی و صمیمیت با هم غذا می خوردند. خدا را حمد می کردند و مورد احترام همه مردم بودند و خداوند هر روز کسانی را که نجات می یافتند به جمع ایشان